امریکا به طالبان گفته بودیم که گرفتن قدرت از رای زور موجب قطع کمک جهان می شود. کابلوف: روسیه آماده مشارکت در پروژه های اقتصادی در افغانستان است. باشندگان غرب شهر کابل خواهان تأمین امنیت هستند. آریا نجات: شمار از زنان برجسته در سیاست افغانستان در بیرون از کشور برای طالبان کار میکنند. و خبری که در آخر با شنیدنش شوکه خواهید شد. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. امریکا به طالبان: گفته بودیم که گرفتن قدرت از رای زور موجب قطع کمک جهان می شود. توماس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در واکنش به درخواست طالبان مبنی بر آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در بانک های آمریکا گفته است که مقام های آمریکایی در سالهای اخیر به طالبان گفته بودند که گرفتن قدرت در افغانستان از طریق نظامی قطع کمک های جهانی به استثنای کمک های بشردوستانه را به دنبال خواهد داشت. این در حال است که روز چهارشنبه 26 عقرب امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نامه سرگشاده از امریکا خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شد. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان روز جمعه 28 عقرب در رشته تویت نوشت: طالبان همه حقایق مربوط به بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را اشتباه تفسیر کرده است. او افزوده: مشروعیت و حمایت باید با عمل برای رسیدگی به تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران به شمول دسترسی مساوی با آموزش و کار کسب شود. توماس همچنین گفته است که افغانستان حتی پیش از سقوط نظام به دست طالبان در ماه اگست از یک بحران انسانی وحشتناک رنج می‌برد. با گفته او، جنگ، خشکسالی و همه‌گیری کرونا وضعیت دشوار را برای مردم رقم زده است. وای تاکید کرد که اقتصاد افغانستان به کمک های خارج از این کشور وابسته است، اما به توافق نرسیدن بر سر مصالحه ملی باعث قطع کمک ها شده است. این مقام امریکایی در عین حال گفته که امریکا با دیپلماسی شفاف و بی پرده با طالبان ادامه می دهد. توماس همچنین تاکید کرده که امریکا با تلاش ها برای کمک با ملل متحد و سایر مؤسسات بشری برای پاسخگویی به نیازمندی افغان ها در فصل زمستان ادامه خواهد داد. کابلوف: روسیه آماده مشارکت در پروژه های اقتصادی در افغانستان است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و رئیس بخش دوم آسیای وزارت خارجه روسیه گفت که روسیه آماده مشارکت در پروژه های اقتصادی در افغانستان است، اما توجه اصلی مطعوف به ثبات سیاسی در این کشور است. با گزارش اسپوتنیک، آقای کابلوف در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که در این کشور نیاز به دولت مستقل و خودکفا که روابط دوستانه با روسیه داشته باشد احساس می شود. وای در خصوص پروژه های اقتصادی افزود: ما آماده مشارکت در تعداد از پروژه های اقتصادی عمدتا بر اساس فعالیت تجاری هستیم. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان خاطر نشان کرد: ما در مورد خط لوله گاز، برق رسانی و رای آهن صحبت می کنیم. باشندگان غرب شهر کابل خواهان تامین امنیت هستند. پس از چندین رویداد ضد امنیت در غرب کابل، باشندگان این منطقه میگویند که از انفجارها به صوت او آمدند و از مسئولان وزارت داخله میخواهند که گامهای جدی در راستای تامین امنیت بردارند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز، در تازه ترین رویدادها بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه چندین انفجار در غرب شهر کابل رخ داد که کشته و زخمی نیز داشت. فرزانه نوری یکی از زخمیان گفت: از مردم تقاضا دارم وقتی که همچون حادثات رخ میدهد به جای عکس و فیلم برداری زودتر زخمی ها را به شفاخانه برسانند. شبیر احمد باشنده غرب کابل گفت: از دولت گروه طالبان خواهش میکنم کمیت مردم را بگیرد و مردم هم باید همکاری کند. شمار از آگاهان سیاسی هم از نیروهای گروه طالبان میخواهند برای این گونه حمله ها از شیوه های مسلکی کار بگیرند. صادق آگاه مسائل سیاسی و نظامی گفت: نیروهای امنیتی و کشفی طالبان در امر تامین امنیت مردم باید از شیوه های مسلکی استفاده کنند.
همزمان با این وزارت داخله میگوید افرادی که در برابر امنیت مردم تهدید هستند برخورد جدی میکنند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت ما در این اواخر شمار از رویدادهای امنیتی را داشتیم. امید ما این است که این حادثات تکرار نشوند. در برابر کسانی که به کشور و مردم تهدید خلق میکنند برخورد جدی کرده است. ویدیو یک باشنده کابل که در تلاش نجات زخمیان رویداد انفجار روز شنبه در نای 13 کابل است در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. در این ویدیو دیده می شود که یک مرد پس از انفجار ماین مغناطیسی بر یک موتر تونس به سوی موتر می شتابد و می خواهد که زخمیان را نجات بدهد. نام این شخص محمد تقی است و پیش از 13 سال می شود در کنار جاده غرب کابل دست فروشی می کند. او از حکومت تازه می خواهد که از انفجارها جلوگیری کند. آریا نجات شمار از زنان برجسته در سیاست افغانستان در بیرون از کشور برای طالبان کار می کنند. نماینده پیشین مجلس می گوید شمار از زنان برجسته افغانستان برای طالبان کار می کنند. با گزارش سپوتنیک زیاد نماینده پیشین مجلس در صفحه فیسبوک خود نگاشته است طالبان با همکاری آیسای و قدر تعداد از خانم های مطرح در سیاست افغانستان را جذب کرده و آنها را در بیرون از افغانستان به نفع طالبان کار می کنند. آقای آریا مشخص نکرده است که منظورش کدام یک از خانم ها است. سلیم پویا در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است محمد عمر داودزی بسم الله محمدی مقصر اصلی فروپاشی اردو و بیکفایت ترین مرد در تاریخ اردو می باشد که در برابر تاریخ پاسخگو است. تاریخ پیام های روشن به طالبان دارد. پس از سقوط کابل در 24 اسد برابر با 15 اگست جنگ در کشور پایان یافت. در این مدت اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان در کوههای پنجشیر و اندراب حضور داشته و کماکان به نبرد مصالحانه با طالبان ادامه دادند. فرماندهان این جبهه بارها پیام‌های صوتی و تصویری نشر کرده و از مقاومتشان تا پیروزی سخن گفتند. دور از احتمال نیست که با آغاز فصل گرما بخش‌های مختلف کشور به ویژه حوزه شمال و شمال شرق گواهی نبردهای جدی میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان باشد. جبهه مقاومت ملی دایی سیاسی و مردمی دارد. این جبهه بارها اعلام کرده است که حکومت تک جنایی را نمی‌پذیرد و خواهان تشکیل حکومت فراگیر با حضور تمامی اقوام در کشور است. با توجه به اینکه طالبان گام در راستای مشارکت اقوام و جناح‌های سیاسی دیگر افغانستان در قدرت بر نداشتند، ادامه نبرد مصالحانه جبهه مقاومت ملی به شکل فراگیرتر و جدیدتر از احتمالات جدی است. در کنار این جبهه، نارضایتی جمعی از طالبان امکان مقاومت‌های مصالحانه دیگر را نیز فراهم می‌کند. افغانستان خانه اقوام مختلف است. تاریخ نشان داده است که حکومت تک قومی و تک جنایی عمر طولانی ندارد و این روحیه با پایان خونین دور باطل دیگر را رقم زده است.